سلام دوستا، امید که جور صحتمند باشین. بعضی از دوستا بر ما کامنت داده بودن که امی شیوه که لوگو ساختین در درس 12 یکم ذره سرعت بود، دیگه همچنان یک ذره واضح تر و سلو تر اگر بخواین تشریح کنین واضح بر ما یاد بتین. نگفته نمونه که در درس‌های بعدی دوباره ما در این بخش ها میاییم و شیوه های مختلف ما شما لوگو میسازیم، بروشر میسازیم، دیگه یکان مجله، یکان بخش های پرنت که به چی شیوه آماده شوه وار میسازیم و در اون که از تمامش کوشش میکنیم که آهسته تر و آسان تر تشریح داده شوه بر شما. و همچنان خیلی دوست دارم که از این طریق شما لوگوهایی که ساختین یا ای که یکان دیزاین هایی که کردین شما میتونین که بر ما کامنت بتین اگر امکانش باشه. از طریق اگر خود یوتیوب نمیشه در فیسبوک پیج ما که به نام پنا فیلم انیمیشن هست در او سرچ کنین و در او بر ما امو لوگوهایی که ساختین رای کنین، ما ببینم که دو چی شیوه شما کار کردین و بازم اگر نیاز باشه که بر شما تشریح بدیم که در کجای لوگو باید چی کار کنین میتونین که خوبتر یاد بگیرین. احتمال داره که یکان لوگویی که ساخته باشین یکان جایش مشکل داشته باشه، یکان جایش مشکل نداشته باشه، او رو حتما رای کنین بر من که ما چک کنم ببینم که چقدر مفید بوده این درس. دیگه برای حمایت از ما میتونین که این ویدیو را لایک کنین و با دوستانتان شریک بسازین و تا که بتونیم درس‌های بیشتری از بخش کامپیوتر و دیزاینینگ بر شما مهیا بسازیم بخیر و درس‌های افینیتی دیزاینر که ختم شده بخیر. باز ما میریم در دیگه پروگرام ها را همچنان ادامه میتیم که آیسته آیسته استپ بای استپ تمام معرفی پروگرام هایی که خیلی مفید است بر شما او را عملی کار میکنیم و باز پالوی از او کوشش میکنیم که آیسته آیسته در بخش های انیمیشن هم بیاییم که یک انیمیشن اگه ما میخواییم جور کنیم چه رقم جور شوه. خب بخاطر که انیمیشن بسازیم یک مرحله باید سپری کنیم با این پروگرام های ابتدایی که اولیا را باید یاد بگیریم، بعد از او با طرف انیمیشن میریم. دیگه این گفتنی های ما بود که خواستم برای تمام دوستا بگویم و خب زیاد وقتان نمیگیرم، شروع میکنیم درس 13 بخیر. درس 13 ما هست که Copy, Paste and Power Duplicate که این بخش را میخونیم و باز پالوی ازی یکان فنکشن هایش کار میکنیم. خب در قدم اول یک استار یک چیزی جور میکنیم. ببینید در اینجا از خب Move Tool استفاده کرده ایره انتقال میتیم بالا. بعد از بخش ادیت مینو میریم. در ادیت مینو میبینین که مینوهای زیادی است. در اینجا کپی است، باز پایینش پست است. کپی با پست یک جای کار میده که باید کپی کنی و پست کنی. ببینین در لیر ما یک ستاره دو دانه جور شد چرا که ما کپی کرده بودیم دفعه اول، باز پس پستش کردیم و شارتکتش هم کنترل سی و کنترل وی است. دیگه کنترل اکس باز کت میکنه اما ابجکتی که فعلا داره مو را کت میکنه، میتونین که یک فایل دیگه تون انتقال بتین. به طور مثال اینجا یک از ایره ما کت میکنیم. اوکی ببینین از لیر ما گم شد، باز این حال ما میتونیم در یک لیر دیگه پس دوباره او را پست کنیم. این شکل کنترل وی میکنیم دوباره سرکل هم میسازیم، یک صفحه جدید میگیریم و اونمو را ما کت کردیم پس در اینجا آوردیم پستش کردیم. این حال دیگه سرکل ما در اینجا نیست، در پیج جدید ماست. به این طریق میتونیم انتقال بتیم یک دیزاین و دیزاین دیگه. در اینجا فعلا شما مثلا بغیر از پست دیگه پست سپیشال و پست استایل و بعضی چیزهای دیگه هم داریم و پایینش هم دوبلیکیت داریم. دوبلیکیت این چیزی هست که مثلا ما یک ابجکتی رو که انتخاب کرده باشیم کنترل جی میکنیم که شارتکتش هست یا از ادیت مینو انتخاب کرده دوپلیکیت میکنیم. ببینین 4 دانه جور شده. خب و این انتخاب میکنیم، کمی پایینش میاریم و ادجست میکنیم سایز های زیاره
خب با طور مثال یکی دیگه می خواهیم که جور کنیم و این دفعه از یک شیوه دیگه می خواهیم که کپی کنیم. دو شیوه را کار کردیم ما و شما. شیوه اولش توسط کنترل سی که کپی بود باز پس پست کردیم، دیگهش دوپلیکیت بود. و سومش هم اینی است که هرگاه کنترل را گرفتین و ماوس در سر یکی از آپشن ها کلیک کردین و او طرف بردین و دو دانه جور میکنه، اونم فایلی را که شما انتخاب کردین و دوپلیکیت از رو میگیره بدون از اینکه شما کنترل سی و کنترل وی بکنین. خیلی یک آپشن عالی است. دیگه پایین از این پست اسپیشال است. برای پست اسپیشال باید ببینیم یگان بخش افکت میریم، یک فایل برای از این خود دیزاین ما یک تغییرات مثلا در افکت از این میریم که ما از پست اسپیشال بتونیم استفاده کنیم. مثلا گژن بلر اگه بخوایم یا که اوتر شیدو. اوتر شیدو بهتر است. اوتر شیدو یک شیدو برزی میتیم، ریدیسش هم کم ذره بیشتر میبریم، افسایدش هم میطرف. خیلی خوب یک دفعه زوم میکنیم که ببینیم بسیار اندکی شیدو ما اومده اینجا، کمی زیاد میسازیمش. اوکی حالا بهتر شد. اوکی خب بعد از اینکه ما تغییرات در اوتر شیدو آوردیم، حالا چیکار میکنیم؟ ببینید امیر کپی میکنیم. وقتی که این انتخاب کردیم کنترل سی و یا هم که از اونجا کپی میگیری، هر دوش یک چیز است، پست اسپیشال میگیریم. البته در پست اسپیشال که دو قاد مثلا پورتیبل داکومنت فرمت ای زیاد کار میشه، امون شیبه که کپی کردین او را جداگانه هم استایلش جدا کپی میکنه و پست میکنه و شیبش جدا. خیلی یک آپشن جالبی است که در خصوصا در دیزاینینگ استفاده میشه کار میشه. پست استایل، پست استایل اگر ما کلیک کنیم که این بسیار جالب است. مثلا آبجکت دیگه ما را انتخاب میکنیم، پست استایل را کلیک کردیم، اونمو استایل از افکت هایی که در دیگر داده بودیم آبجکت بوده انتقال داد. بسیار ساده بدون از اینکه خود آبجکت انتقال بده، فقط و فقط امو استایل زوره انتقال میده، یعنی که امو افکت هایی که ما دادیم. جالب است مثلا بسیار ساده، فقط کپی میکنین و پست اسپیشال میکنین. یک بخش دیگه داریم پست انساید. ببینین ما این انتخاب کردیم و این پست کردیم، این داخل از امو آبجکتی که ما انتخاب کردیم در داخل از او پست میکنه. خیلی یک آپشن جالب است. مثل از این که ماسک کردیم، اگر یادتون باشه در لوگوی قبلی ما ماسک کرده بودیم، وقتی که لوگو می ساختیم یک شیب ماسک کردیم که او دیده نشه. از این طریق میتونیم که دایرکت پست انساید کنیم که نیاز به ماسک نباشه، ساده تر است. خب دیر این بخش باز در بخش لوگو سازی بعدی دوباره میخونیم. خب یال میریم سر دوپلیکیت. ما یک الپس تولز استفاده کرده یک سرکل میسازیم و در یکی از تک پیوت پوینتش امو یال فیلن که وقتی که چرخش میتیم از مرکز پیوت پوینت داره که چرخش میخوره. انیبل ترانسفرم اوریجن که فعال کردیم، او نقطه مرکزی را میتونیم که انتقال بدیم به طرف چپ، راست، بالا، پایین یا هر قدر فاصله ای که از خود آبجکت باشه دورتر میتونیم بیاریم. مثل زیواری که وقتی که او را انتخاب کردیم به طرف چپ آوردیم، حالا سعی کن وقتی که ما میخواییم را انتقال بدیم بسیار براحتی در گرد اونمو اوریجن پوینت ای انتقال میکنه بسیار براحتی و ای بسیار کمک میکنه در هر رقم دیزاینینگ ما. وقتی که انتقال میدادین باز شیفت که فشار بدین، ای که هستک با یک درجه خاص مثلا 10 درجه میتونه که منظم جمپ کنه از درجه 1 به درجه 10، از 10 تا 20 به می شکل ما میگیره میره دمیشه و که انتقال دادیم کنترل سی کنترل جی میکنیم. بازی به موش فاصله که ما داشتیم که اونقدر کیره حرکت دادیم این چی کار میکنه؟ به مو فاصله به مو اندازه دیگاهش اوتوماتیک کپی پست میکنه، یعنی که دفعه دوم ما نیاز نداریم که اندازه بگیریم و این بسیار کمک میکنه. خب ما یک اوتر شیدو را فعال میکنیم، ببینیم که از این شیپ ما چی جور میکنیم. خصوصا ایشه ای تو دیزاین ها برای کسایی که در بخش کالیگرافی کار میکنن خیلی جالب است.
خب درس دیگه ای که در پایین از یه از بولین است، ما میخواییم که یه بولین هم کار کنیم. بولین در اینجا به درد بخور است. بولین چی کار میکنه؟ ما کم شاید در درس های قبلی که لوگو می ساختیم استفاده کردیم، باز یال میخواییم بیشتر دو باره گپ بزنیم. اینی مینوهای بالا رو که میبینین این بولین است. مثلا ما مثبت داریم منفی، انترسکشن یا ایکس آر و یا ای که دیواید. ما دیواید را برای فعلا میزنیم. دیواید که زدیم چی کار میشه؟ تمام شیبایی که ما داریم که یک سری یک دیگه است، او تقسیم میشه، قطع میشه، تمام میشه، اون لاین ها قطع میشه. ببینید چقدر زیبا اینجا یک شیب اومدک. اینا هر کدام از یا جداست. ما به خاطر از اینکه واضح تر بسازیم، همین شیبایی از این را انتخاب میکنیم، همین شیبایی که جدا شده بالا، رنگ از این را تغییر میتیم. مثلا آبی میگیریم، خب به این شیبایی را تغییر میتیم. خب این را میگیریم آبی میسازیم. نه این رنگ بهتر است. باز دوباره لیر دومیش مانده، لیر سومی که است او را دوباره او را این شکل انتخاب کرده، همون رنگی پیشتره به او میتیم. خب بینی شوه ببینین دوباره توسط کلر پیکر انتخاب کرده، رنگ انتخاب کردیم این رنگ آبی را. چقدر زیبا بر ما یک دیزاین جو شد. البته ایرا بیشه و دیزاین ها را اگر شما توسط منوالی خواسته باشین که اندازه گیری کنین خیلی سخت است، و بیشه و که شما اگر جور کنین فقط و فقط نیاز دارین که چی کار کنین، اینمی یک بار حرکت بدین، دفعه دوم کنترل جی کده برین، او اوتومات به مو مثلا اندازه فایل انتقال میته. دیگه ای بود درس 13 که تا درس 14 هم خدایا رو نگهدار شما. خدا حافظ.